دوستان خوبم سلام، وقت شما بخیر. همونطور که احتمالاً دیدید یا خواهید دید، زودیاک فصل دومش شروع شده. از امروز یک شنبه توی پلتفرم فیلیمو داره پخش میشه. به این بهانه و مناسبت یک ویدیویی برای توضیح یک سری موارد پیشرفته‌تر توی سناریوی زودیاک که توی فصل اولی که پخش شد یه ذره مغفول مونده بود و ممکنه توی قسمت‌های آتی که پخشه براتون اینجا دو سوال کنه رو گفتم ضبط بکنم و منتشر بکنم تا جلو جلو پاسخ بعضی از سوالای احتمالی که تو ذهنتون ممکنه باشه رو داده باشم. این توضیحات به پلیرها و بازیکنهای محترمی که توی فصل دوی زودیاک اومدن و شرکت کردن توی تمرینات هم داده شده و اونها چون که سطح بازیهاشون توی این فصل سطح بالاتریه، از این موارد هم توی بازیهاشون استفاده میکنن. بنابراین شما هم که بیننده این قسمت ها هستید، خوبه که اینا رو بدونید و ببینید که دارن اونا چی کار میکنن و با چه فکری پشت سر قضیه دارن بعضی از این سناریوها رو مدیریت میکنن و تو بازی اجراش میکنن. نکته اول این که توی سناریوی زودیاک راجب نقش ها نمیشود صحبت کرد و فقط راجب سایت ها و گروه ها میشه صحبت کرد. یعنی هر کس در طول بازی به کس دیگه ای میتونه بگه تو مافیایی، تو شهروندی یا تو زودیاکی. زودیاک استثناءه به خاطر اینکه ساید مستقل ما یک نفر است، بنابراین تنها نقشی که میشود راجب نقش صحبت کرد و عملا بازم داریم راجب ساید صحبت میکنیم، ولی ساید یک نقشیه، فقط زودیاکه. پس در طول بازی هر کسی میتونه به هر کس دیگه ای یا به خودش حتی بگه شما شهروند هستی، شما مافیا هستی، شما به نظرم زودیاکی، یا یه جایی از بازی بر حسب سناریویی که تو ذهنش داره. عملا همه بازیهای مافیا اینجوری که همه خودشون رو شهروند میگن، اینکه تا الان هم بوده، ممکنه یه جایی یه کسی لازم بدونه که بلند شه بگه من مافیا هم، چه درست چه غلط، و از این حربه اصلا مافیا هم نباشه بخواد استفاده کنه برای رسیدن به یه اهدافی و سناریویی که تو ذهنش داره. یا اون چیزی که خیلی بیشتر ممکنه اتفاق بیفته و در قسمت‌های آتی اتفاقم خواهد افتاد اینه که یه نفری بلند شه بگه من زودیاکم، که دو حالت داره. یا خود زودیاک از یه جایی به بعد میبینه شو شده و بیرون میخوام بدنش، بنابراین خودش رو معرفی میکنه چون اشکالی نداره، میگه آقا مستقله بازی منم، ولی فعلا دست نگه دارید، منو ندید بیرون، اجماع نکنید رو من. حالا که منو پیدا کردید، من میخوام مثلا کمک کنم با شهروندا که مافیا رو شکست بدم و برنده این بازی مافیا نباشه، شهروند باشه. ممکنه بلندش خودش رو معرفی بکنه. این یه نکته. دومی، ممکنه مافیایی باشه که دست و پای آخری که میزنه برای اینکه از بازی دارن میدنش بیرون توی دفاعیش این باشه که خودش رو زودیاک معرفی بکنه، چون کسی نمیدونه زودیاک کیه، فقط خود زودیاک میدونه که این داره دروغ میگه، ولی بقیه ممکنه به حدس و گمان اینکه این زودیاکه بهش رأی ندن و فعلا تو بازی نگهش دارن. بنابراین این میتونه یه حربه مافیا هم باشه برای اینکه دست و پای آخرش رو بزنه و تو بازی بمونه. پس همه کسایی که بلند میشن توی دفاعشون میگن من زودیاکم، منو ندیم بیرون، تو ذهن بقیه‌ای که اینا رو میدونن و حالتهای مختلفش رو تو تمرینا تست کردن و دیدن، این میاد که ممکنه مافیا باشه، نه بابا داره الکی میگه بدیمش بیرون، ممکنه واسه بهش اعتماد کنم بگم زودیاکه، پس فعلا ندیمش بیرون. مثلا شرایط بازی هفت نفره است که تو استعلام اومده اول امروز که سه تا شهروند داریم، سه تا مافیا داریم هنوز و یک زودیاک، و مشخص و واضحه که اگه الان زودیاکو بدن بیرون درجا بازی 3-3 میشه و مافیا بازیو میبره. ممکنه توی این شرایط اعتماد کنن به کسی که میگه من زودیاکم، یا اصلا توی سناریوی بازی و توی رفت و آمدها و تعاملات بازی پیشنهاد بدن شهروندا بلندشن بگن زودیاک کجا نشستی، الان دیگه تو شانس برد نداری، مافیاها رو متاسفانه هیچ کدومو نتونستیم بدیم بیرون، بازی 12 نفرمون الان 7 نفره شده، 5 نفر شهروند فقط رفتن بیرون، تو هم دیگه خوب عمل نکردی تو شبای زوج، به جایی که شادت رو مافیا بزنی و بازی رو بالانس بکنی شهروند زدی و هر آنچه تا حالا بیرون رفته شهروند بوده، پس تو هم دیگه نمیتونی ببری. حالا که نمیتونی ببری لطفا خودتو شو کن، از این کار خرابتر نشه، ما بشیم 4 تا در مقابل 3 تا، تو هم بیا تو ساید شهروندی با ما یکی شو، بذار مافیاها رو ما بدیم بیرون، بلندشو بگو که زودیاکی. که بعد از این پیشنهادم دوباره ممکنه یک مافیای زرنگی بلند شه و بگه من زودیاکم، و همه اینا جز جذابیت‌ها و پیچیدگی‌های این سناریویی که توی فصل قبل خیلی ندیدید ولی این فصل خواهید دید. بهتون جلو جلو بگم که اجازه این کار وجود دارد، هر کسی میتواند در طول بازی، قاعدمون اینه، راجب سایت‌ها صحبت کند، به خودش یا دیگری بگه مافیا، شهروند یا مستقل که مساوی است با زودیاک. این نکته اول. نکته دوم، راجب کسایی که از بازی رفتن بیرون آزادانه میشود راجب نقشاشون حدس و گمان زد یا معرفیشون کرد. یعنی
ممکنه یک شبی دو شبی اوشن بلند شه، یارانی داشته باشه و بعد تیر بخوره از بازی بره بیرون، یارانش حالا که او از بازی رفته بیرون میتونن نقشش رو معرفی کنن، یعنی در صحبت‌های روز میتونن بلند شن بگن فلانی که از بازی رفته بیرون اوشن بود، منو فلانی هم بیدار کرده، ما گروه سه نفره اوشن بودیم که الان اوشنمون دیگه از بازی رفته بیرون، اونی که رفته بیرون اوشن بود، پس ما دوتا هم بیدار کرده بود، تا الان هم داشتیم صدای بازی میکردیم، ما دوتا رو شهر بدونید و اینا. تو دیالوگا اومدن این نکته اشکالی نداره، چون در تمام بازی به کسایی که مردن اطلاق آزاده، میشود هر نقشی رو راجع به کسایی که مردن حد زد یا به صورت قطعی اگر کسی اطلاع داره بگه، و البته اینجا هم ممکنه مافیا از این قضیه و از این حربه استفاده بکنه و دروغ وارد بازی بکنه، یعنی مثلا اوشن رو باهاش بیدار شده باشه یک مافیایی و باعث مرگ اوشن شده باشه و بعد مثلا خودش و یارانش رو به عنوان مثلا نمیدونم یاران اوشن معرفی بکنه که مثلا حواسشون نباشه چند بار دست اومده جلو، یا با هر سناریوی دیگه ای ممکنه یه مافیایی اوشن بیرون رفته رو معرفی بکنه و بگه آقا من خودم دارم حقیقت رو میگم، بعدش بگن اوشنه نکنه اتفاقا با خودت رفته بیرون که تو باعث مرگش بودی، بگه بره تو این فاز از بازی که بگه بابا اگر اینجوری بود که من خودم بلند نمیشدم اینو فاش و عیان تو بازی بگم، پس میتونید به من اعتماد کنید، آقا من صد شهرم، من فقط میدونستم فلانی اوشن از بازی خارج شده، گفتم بهتون کمک کنم اینو بگم، اگه من مافیایی بودم که خودم باعث مرگ اوشن شده که این کارو نمیکردم، و بره مثلا از اون ور بازی رو یه جور دیگه بچرخونه که بخواد سعی کنه خوشو سفید کنه، پس اون کسی که این حرفو میزنه لزوما شهروند نیست، مافیا هم نیست، میتونه از این حربه استفاده کنه، ولی اینو داریم میگیم که مجازه، در بازی میشود به مرده ها نقش نسبت داد و اطلاق کرد، اطلاق به مرده ها آزاد. نکته بعدی، توی این بازی یک جایی از بازی یادم نیست توی فصل قبل این اتفاق افتاد و شما دیدید اتفاقی تحت عنوان مافیای وقیح رو یا نه، مدل سازیش اینجوریه که تا وقتی زودیاک تو بازیه مافیا برنده بازی نیست و باید سعی کنه زودیاک رو بده بیرون، ممکنه مافیاها شهروند شاد کنن، زودیاک در شبای زود شهروند شاد کنه، حرفه‌ای بلند شه اشتباه بزنه، اوشن اشتباه بیدار کنه، هی همینجوری شهر 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 شهرها برن بیرون و یه جایی از بازی برسیم مثلا پنج نفر تو بازی موندن، سه تا مافیا سر جاشون محکم نشستن، زودیاک هم مونده، یه دونه شهروند هم مونده، این حالت حالتیه که وقاحت مافیا اتفاق میفته، تو تمرینا هم داشتیم ما و اونجاست که مافیا تو روز بلند میشن خودشونو شو میکنن، یادتون باشه نکته اول گفتم یه کسی ممکنه اجازه بازی بگه من مافیام، یکی از سه تا مافیای زنده مونده بلند میشه میگه آقا من مافیام، این مافیاست، اینم مافیاست، ما سه تا یاریم، شما دو تا یکیتون میدونیم زودیاکید که ما هنوز بازی رو نبردیم، یه دونه‌تون هم شهروندین، حالا میخوان چیکار بکنید، هیچ راهی ندارید، ما مثلا امروز اجماع میکنیم به تو رأی میدیم، اگه نبودی فردا به تو رأی میدیم، بالاخره یکتون زودیاکید ما بازی رو میبریم، وقاحت پیشه میکنن مافیاها و وقیح میشن، وقیحانه توی روز بلند میشن و میگن ماها مافیاییم. این حالت توی زودیاک وجود داشته از قبل و پیشم اومده احتمالاً. حالت دیگه‌ای وجود داره که در مقابل اینه و برای شهروندا ممکنه اتفاق بیفته، اسمشو شهروند وقیح نذاریم چون شهروند ساید مثبت بازیه و مافیا ساید منفی، مثلا شهروند شجاع، شهروند دلیر، نمیدونم شهروندی که میخواد شو کنه، هر اسمی که واسش میذارید، ممکنه یه جایی از بازی اجتماع اوشنی شهروندی تو بازی مخفی مونده مخفی مونده مخفی مونده، الان دیگه وقتشه که سه نفر بلند میشن میگن آقا ما سه تا همو تو شب پیدا کردیم، ما سه تا شهروندی، میخواین چیکار بکنید، از بین شماها الان رأی میدیم سه تای فلانی بره بیرون، نمیدونیم مثلا مافیاهای کدومه، دو تا مافیا بیشتر نموده، یه مافیا بیشتر نموده، بقیه شهروندا لطفاً ما رو بپذیرید و اگر داریم اشتباهی به شماها رأی میدیم به ما خورده نگیرید، برای شهر فدا بشید، اول به تو رأی میدیم بعد به اون رأی میدیم بعد به اون، به هر حال ما بازی رو با این اجتماع سه نفرمون میبریم، زمانیه که مثلا مطمئنن اگر این اجتماع شهروندیشون رو شو کنن شبای آینده مافیا یکی یکی شروع کنه از اینا بزنه، سیو دکترم بین خودشون میچرخه، شاید هم بمونن شاید هم نمونن، ریسک بالا پایین داره، یه جایی ممکنه تصمیم بگیرن این کار رو انجام بدن، در صورت الان نکته‌ای که داره عنوان میشه اینه که این از نظر بازی و قواعد بازی اشکالی توش وجود نداره، یعنی ممکنه یه تعدادی از شهروندها یه موقعی عنوان بکنن در صحبتاشون که ما در اجتماع اوشنی بیدار شدیم، یه نکته دقیق و ریزی این وسط وجود داره، اونم اینه که اگر که کسی به کسی که زنده است اطلاق نقش کنه، یعنی مستقیما یه نفر بلند شه بگه من یار اوشنم، اونم اوشنمونه، اونم اون یکی یارمونه، از بازی کیک میشه، چون داره به یک نفر زنده نقش نسبت میده، ولی تا زمانی که بگه ما سه تا با هم
یاران اوشنی معلوم هم نیست کدوممون اوشنی کدوممون یکی رو بیدار کرده و اینا. به صورت کلی همو پیدا کردیم، ما ستا میدونیم شهروند قطعی هم دیگه هستیم، این تو بازی اشکال نداره. پس تفاوتش ریزه و توی عنوان کردنش باید خیلی حواسشون جمع باشه. اگه یه وقت اوشنشون رو شو بکنن از بازی کیک میشن، چون یک نفر رو نقشش رو به یه نفر نقش نسبت دادن که تو بازی مجاز نیست، فقط راجع به سایت ها میشود صحبت. اینم پس تو بازی میتونه اتفاق بیفته. همینجا قسمت جذاب ماجرا اینو بگم براتون که ممکنه باز دوباره اینم مافیا بیان و توش یه شامورتی بازی از خودشون در بیارن و دروغ بگن، یعنی یه چند نفری که دارن هم رو یاران اوشن معرفی میکنن ممکنه تعداد مافیایی باشن که هم رو از اول بازی میشناسن، اوشن و یارانشو مطمئنن که خوردن رفته پی کارش، کسی هم باخبر نشده. حالا اینا دارن به عوض اونا میگن ما اجتماع اوشنی هستیم، به ما اعتماد کنین، بقیه هم بخورن بره پی کارش و بازیو ببرن. اینم باز دوباره به کسی که میگه ما اجتماع اوشنی هستیم نمیشود لزوما اعتماد کرد. و خیلی از موقع ها نکته‌ای که وجود داره اینه که ممکنه سه نفری نباشن، یعنی دو نفر باشن که بگن آقا ما یاران اوشن هستیم و اینجوری، یا مثلا یه نفری بلند شه توی روز بگه آقا فلانی که از بازی رفته بیرون اوشن بوده و نمیدونم مثلا من یارش بودم، همون مافیایی که از قبل هم بهتون گفتم. حالتهای مختلفش برای که مافیا هم همچین کاری رو بکنه و بخواد گول بزنه بقیه رو هست. این هم نکته بعدی. پس عنوان کردن و ابراز این که ما توی گروه اوشن بیدار شدیم، هر چند نفری که هستیم، دو نفر سه نفر، یا اینکه یه کسی یه نفری صبح بلند شه بگه آقا منو دیشب اوشن بیدار کرده، نمیگم هم اوشن کیه، نمیگم هم اوشن زنده است یا مرده و اینا، ولی من تو تیم اوشنی ام، حالا تلاشتون رو بکنید دکتر منو سیف کنه، نمیدونم فلان اینا. ممکنه یه نفری هم برای خودش رو شهروند کردن این حرفو بزنه، اون موقع امکان مافیا بودنش هم خیلی هست، یعنی مافیایی باشه که اوشن رو خورده، حالا الان داره میگه که من یار اوشنم. یه نکته دیگه که توی بازی زودیاک اجازهش رو دارن پلیر راجع به صحبت کنن، البته بازی بیکیفیتیه و ما توصیه میکنیم تا زمانی که نیاز نشده از این استفاده نکنن پلیر ها، اینه که کسی میتواند در صحبتهای روزش بلند شه بگه من دیشب بسته بودم و این رو به عنوان یک مثلا چیزی که نشان دهنده اینه که من شهروند بودم عنوان بکنه. چرا میگم بازی ضعیفه؟ چون اولا که زودیاک رو هم میتونن ببندن، بنابراین اگر در شب زوج باشه و این اتفاق گفته بشه، از شب دو میام یا از شب چهار میام کسی بگه من دیشب بسته بودم، میتواند زودیاک هم باشن. اگر از شب فرد بیایم، خب احتمال زودیاک بودنش کمه، چون زودیاک بلند نمیشه بسته بودنش رو ببینه. شهروندیش هم ولی باز دوباره خیلی اثبات نمیشه، چون میتواند مافیایی باشد که یک نفر رو دیشبش به اصطلاح دیزیبل شات کردن. یعنی چی؟ یعنی مافیاها بعضی موقعا زرنگ بازی در میارن، مطمئن نیستن کسی که دارن میزنن دکتره یا نه، یا از این که اون آدمی که دارن میزنن آدم موثریه، میخوایم شاتش بکنیم و انقدر آدم موثریه که اگه دکتر باشه یا حرفه‌ای باشه، همین امشبی که داریم شاتش هم میکنیم ممکنه بر ضد ما یه کاری انجام بده، هم دیزیبلش میکنیم هم شاتش میکنیم. یعنی مافیاها شب که بلند میشن شاتشون یه نفریه، بمبشون جلو کسیه، دیزیبل و شعبده بازشون هم رو همونی میذاره که شاتش کردن. به اصطلاح میگن یک نفر رو دیزیبل شات میکنن، هم میبندنش هم میزننش. تو این حالت خیلی اتفاق ممکنه بیفته که اوشن هم دست نیاد جلو و اینا حس بزنن اونی که بستیم و زدیمش اوشن بوده و بعد فردا صبحش بلند شه یکی از اون مافیا بگه من دیشب بسته بودم. کسی از اعتراضی کسی داره؟ خب من بسته بودم، پس من شهروندم. پس لزوما کسی که میگه من بسته بودم اون نمیشه بهش نگاه شهروندی هم داشت، شاید مافیا باشه، شاید زودیاک باشه، و این حجت رو تمام نمیکنه بر بقیه پلیرها که کسی بسته بوده حالا پس شهرونده. ولی باز گفتن این نکته توی بازی زودیاک مجازه و افراد میتونن از این نکته هم توی صحبتهای خودشون استفاده کنن. و نکته پایانی که توی قسمت اول گرداننده اول بازی دوتا تغییری که توی این سری داشتیم رو عنوان کرد، یه ذره راجبش بیشتر صحبت بکنیم. تغییر اول، تفنگدار همون تفنگ داره، دوتا تفنگ مشقی و یه دونه تفنگ جنگی در طول بازی میتونه توزیع بکنه، خودش به خودش نمیتونه تفنگ بده و تفنگ رو دست کسی دیگه میسپاره و اون کسی که صاحب اسلحه میشه در طول روز بعد میتونه از اول شروع صحبت نفر اول تا پایان صحبت نفر آخر از اسلحهش استفاده کنه و اگر صحبتهای نفر آخری که ترنشه تموم بشه دیگه فرصتش از دست رفته و تمومه.
اینجایی که دیگه فرصتش تمومه و از دست رفته، یه چیزی اضافه شده و اونم اینه که اگر اسلحه‌ای که تزریق شده اسلحه جنگی باشه با تیر جنگی و دست کسی بمونه و نزنه تا آخر روز، حالا یا فراموش کنه یا انتخابش این باشه که نزنه، اسلحه در دست خودش قبل از رأی گیری منفجر میشه و خود اون آدم صاحب اسلحه شده از بازی میره بیرون. این کار رو یه ذره برای نزدن اسلحه دشوار میکنه، چون کسی که دستش اسلحه میوفه نمیدونه مشقیه یا جنگیه، بنابراین تعداد یوز کردن گان و استفاده از اسلحه رو تو بازی بالا میبره و این بازی رو و فعل و انفعالاتش رو بیشتر و جذابتر میکنه. و البته تو توضیح آموزشی برای بازیکن‌ها گفته شده قبلا اینجوری بود که نقش‌های منفی زودیاک و مافیا اگر اسلحه دستشون میافتاد، برای اینکه سر زبونا نیفته اسمشون، و حالا یه گانی هم من بلند شدم روی یکی کشیدم، مافیاها معمولا میخوان کمترین اکت رو داشته باشن، کمترین حرفو بزنن، کار مشکوک نکنن، کسی بهشون گیر نده دیگه. اگه این کارا رو بکنن بالاخره خودش یه کار اضافه ایه. معمولا نقش‌های منفی این کارا رو انجام نمیدادن، یوز نمیکردن، اسلحه رو استفاده نمیکردن، ولی الان دیگه اگر میخوان استفاده نکنن به همون دلیل باید ریسک اینو بپذیرن و دو تا چهار تاشون این باشه که خب مثلا شب اول احتمال اینکه اسلحه‌ای که دارم دست من جنگی باشه خیلی کمه، پس مثلا من با پذیرفتن این ریسک نمیزنم، ان شاءالله که مشقی باشه، ولی داره میپذیره که اگه جنگی باشه تا روز سود پایانو برای زدن و از بازی رفته بیرون. این یک تغییر. تغییر دوم نامه‌های زودیاکه که هر چقدر قسمت‌های بیشتری از برنامه تو فصل دوم پخش بشه جذابیت این قسمت براتون بیشتر و بیشتر نشون داده میشه. تو بعضی از بازی‌هایی که ضبط شده نامه‌های زودیاک یه تنه بازی رو برای زودیاک در آورده. زودیاک اگر باهوش باشه با این ابزار هر شبی که در اختیارشه میتونه بازی رو به نفع ساید خودش، ساید تک نفره زودیاکی خودش به هم بریزه. زودیاک مستقله، قرار بوده یکی به میخ بزنه یه دونه به نل، قرار بوده مافیا و شهروند رو به جون هم بندازه و برای این منظور مثل همه یک ترن صحبت و یک چالش داشته و یک اسلحه‌ای در شب‌های زوج و تیری که می‌زده. الان هر شب یه امکان نامه‌نگاری هم داره، یه جمله پیچیده رمزنگاری شده‌ای که توش میتونه خلاقیت به خرج بده و شهر و مافیا رو بیش از پیش هم بزنه و بندازه به جون هم. مثال‌های متعددی ازش ضبط شده می‌بینید، مثال‌هایی هم من براتون الان می‌ذارم که ذهنتون یه ذره باز شه. مثلا یک نفر توی نامه زودیاک بنویسه که مثلا من محمد رضا معزن‌زاده زودیاک بازی هستم و دارم با شما صحبت می‌کنم. این کرمو به قول شهرام قائدی تو مغز همه میندازه از فرداش که این خود محمد رضا معزن‌زاده هست اینو نوشته و خواسته ما بهش گیر ندیم، یا اینکه نه یه کس دیگه یه خواسته بندازه گردن محمد رضا. این خودش میشه یه داده نامعلومی که هی داره همه رو قلقلک میده و میشه با جهت‌های مختلف زودیاک بازی کنه. یا مثلا زودیاک تو نامش سعی بکنه ادبیاتش رو شبیه کس دیگه ای کنه. مثلا اگر تو بازی یک خواننده وجود داره ادبیاتش رو ادبیات موسیقی طور و خواننده طور کنه که زودیاک بوده رو بندازه گردن خواننده هایی که تو جمع هستن. یا مثلا اگر مرد زنانه بنویسه یا اگر خانم مردانه بنویسه که بتونه بندازه گردن اونا و روی این یه همی بزنه. خیلی امکانات مختلفی زودیاک توی این نامه‌نگاری‌هاش داره، میتونه نقش معرفی کنه، بگه به نظر من دکتر بازی فلانیه، بعد مثلا همه چی رو بریزه به هم، بگه شب آینده که من شات دارم شب زوجه میدونم که فلانی سیف میشه پس نمیزنمش، بعد دکتره تو بازی باشه بگه سینو سیف بدم ندم میزنه نمیزن، کلی از این داده‌ها میتونه تو بازی وارد کنه و هم بزنه. نامه‌ها خیلی جذابه و یک باب جدیدی رو برای زودیاک مستقل باز کرده که امیدوارم ازش خوشتون بیاد. اینم تغییرات این فصل، امیدوارم که از این ویدیو استفاده ببرید و اگر نکته ای سوالی چیزی باقی مونده برای من تو کامنت ها زیرش بنویسید جواب میدم بهتون. و جمله ای که دیروز استوریش کردم و اینجا هم در پایان بگم، فصل دو زودیاک احتمالاً اگر تصمیم دارید نبینید براتون خیلی کار سختیه ندیدنش، خیلی جذابه.